آسلی جلوی چی رو باید بگیری؟ جلوی این جنگو. چه جنگی؟ جنگی که بین شما و مادرمه. متوجه نشدم. اون همه دعوا کردن، تمام اون مخالفت‌های شما به خاطر رابطه ما نبود، درسته؟ این جنگ از خیلی وقت پیش شروع شده بود. من نامه ای رو که برای مادرم نوشته بودین خوندم. متوجه نشدم. چه نامه ای؟ نمیدونم مادر چی بهت گفته ولی من خودم دیدم. نامه خداحافظی که برای مادرم نوشتین دیدم. نفزاد؟ اینجا چی کار داری؟ والا داداش زیا، یه دختر جلومو گرفت، اینو به هم داد، اصرار کرد بیارم بدمش به تو. نمیتونم زیا، خیلی فکر کردم ولی نمیتونم تو دنیای تو زندگی کنم. اشتباه کردی، تا دیر نشده برگردی. صلاح من اینه با کسی که خانواده‌ام انتخاب کرده ازدواج کنم. لطفاً دیگه سر رو هم قرار نگیر. الانور، به مادرت نامه دادم. یعنی یه نامه از من دست مادرته؟ با وجود اینکه این همه از دست هم عصبانی هستین، وقتی هنوزم نامه رو پیش خودش نگه داشته، معلومه تو گذشته دلش بد جوری شکسته، درسته؟ داستان ما یه داستان بچگونه بود، چیزی نیست که با خشم و نفرت پر شده باشه. ما تفاوت داشتیم، یعنی نشد، نگران بودیم این تفاوت ها برای شما مشکل ساز باشه. نگرانی ما این بود. مهمت این موضوع میدونه؟ نمیدونه، برای همین اول پیش شما اومدم. من نمیدونم گفتن این حرفا چقدر درسته یا غلطه، ولی مخفی کردنش هم درست نیست. من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم آقا زیا. حداقل باید به تو میگفت، به خاطر محافظت از خواهرت. حتما مینا خواسته مامان، سعی کرده بهش کمک کنه. توجیه میکنی؟ نه مامان، ولی ببین، هر بار همش با ولی جواب میدی، آخرش به کجا کشیده میشه؟ هر بار اول خودتو، بعد ما رو بیارزش میکنی. نظم و نظام این خونه چی میشه؟ کل خونه باید تابع اصلی باشیم؟ هممون باید این کارو بکنیم؟ باید بگم اول از همه اشتباه مینا مرتکب شده. این جسارت رو از کجا پیدا کرده؟ دیگه چقدر کوتاه بیایم، چقدر سکوت کنیم؟ تعادل خودت برقرار کن، هر بار اینجوری جلوی روم وای نسا. نمیخوام بهت بی احترامی کنم، تو هم به من بی احترامی نکن. عادت ندارم انقدر منو نادیده بگیری. اولا از اینکه پیش من اومدی خیلی ممنونم دخترم، حق با توه.
موضوعی نیست که لازم باشه کسی رو ناراحت کنیم. خشم و عصبانیت مادرم فروکش نمی کنه. اگه قرار باشه من نگم، مطمئنم بالاخره خودش میاد و این ماجرا رو بره. نه لطفا دخترم، اول من باش حرف بزنم. من نمیخوام یه بار دیگه باعث سوء تفاهم بشم. اول پیش من اومدی، بهم اعتماد کردی، تو هم به حرف من اعتماد کن، بسپرش به من باشه؟ خیلی خوب، پس من دیگه با اجازتون بلنشم برم. شبتون بخیر. شب بخیر دخترم، ممنون. چی شده؟ چرا از اتاق زیا بیرون اومدی؟ هیچی نشده. هیچی؟ مینا رو گفتی؟ نه نگفتم. پس چی؟ چند تا سوال ازشون داشتم، به خاطر همین رفتم. زیا؟ در زدم ولی نشنیدی. سهار، فکرم مشغول بود، در مورد کارمه. اصلی و موقعی رفتن دیدم، چیزی بهت گفت؟ نه اصلی چی ممکنه به هم بگه؟ چیزی به من نگفت. اتفاقات امروز. مگه امروز چی شد؟ در مورد مینا. مینا چی شده سهر؟ اصلی چی بهت گفت؟ مینا چی شده سهر؟ اصلی مامانم یه چیزایی به هم گفت، واقعیت داره. نگاه کن، میبینی چی نوشته؟ انگار داره تیکه میندازه. این زن چه جور زنیه؟ چه جور مادریه؟ من که نمیفهمم. تو برای چی از دست این زن عصبانی ایسا؟ یعنی چی؟ تشکر کنم؟ معلومه باید تشکر کنی. دخترت اشتباه کرده، دروغ گفته، مخفی کرده. اون زن چی کار کرده؟ بهت هشدار داده. اگه هشدار نمیداد روحمونم با خبر نمیشد. با خبر نمیشدیم، چون اصلی خانم سکوت کرد. اصلی تا جایی که از دستش برمیاد سعی داره کمک کنه سهار. چه کمکی زیاد؟ دست بردار تو رو خدا. تو چرا نسبت به این دختر جبهه میگیری؟ اگه نمیخواستی آغوشتو براش باز کنی چرا روی خوش نشون دادی؟ اون دختر تلاششو میکنه، به خاطر پسر دیگه چیزی نمونده به جون نخره. چیزی که من به جون خریدم چی؟ تلاشای من چی؟ یعنی چی؟ چون دخترمونو تشویق به دروغ گفتن کرده بهش آفرین بگیم؟ از همون اول هر دو طرف قدمای اشتباهی برداشتیم. خیلی خوب، ولی من نمیتونم به اندازه شما با این قضیه کنار بیام. امروز گوشی و تبلت مینا رو شکستم، نمیذارم به اون مدرسه بره. تو مدرسه غیر حضوری ثبت نام میکنم، لازم باشه معلم خصوصی میارم خونه. با هم مخالفت نکن، دوره یه حساسیه، نمیتونم اجازه بدم تحت تاثیر اصلی از راه بدر بشه. به نظر تون نمیری؟ یه بار دیگه از اول اشتباه کنیم. منظور چیه سهار؟ اشتباهی که با حسن نیت نشون دادن به محمد مرتکب شدم.
از زیر زبونم حرف میکشی؟ چی کار میکردم مهمت؟ مینا به هم زنگ زد، ترسیده بود، به هم اعتماد کرد، دستشو میگرفتم میآوردمش پیش تو؟ تو باید میومدی پیش من، میگفتی میبخشی، نمیتونه با این بعد از دیدن عکس‌العمل عمل مادرت این کار به این راحتی هم نیست مهمت. از نظر من که کمیش بود، در این مورد حق با یعنی چی حق با اونه؟ یعنی چی کمش بود؟ گوشی و تبلت و همه چیه مینا رو خورد کرده، میفهمی؟ فقط مونده بود بکوبه تو سرمون. میخواستی چی کار کنه؟ کتکم بزنه؟ ببین چه کتک زدنی اصلی؟ این کارش باید یه عکس العمل داشته باشه. چه عکس العملی باید داشته باشه؟ این دختر چی کار کرده؟ دوستش یه کاری کرده، جرمشم انداخته گردن این دختر. دروغ گفته. کسی که یه بار دروغ بگه همیشه دروغ میگه. الان داری به من کنایه میزنی؟ من دروغ نگفتم، سکوت کردم. مادرت هم به جاش منو مجازات کرد، نه مینا رو، به خاطر همین عکس العملش انقدر تند بود. من نمیفهمم چرا انقدر بهم گیر میدین، چرا نمیپرسین دلیل این کاری مینا چیه؟ چرا نمیپرسین؟ من به خاطر همین دارم عصبی میشم. کاری کردی که مجبور بشم سکوت بکنم اصلی. نتونستم جلوی مادرم ازت دفاع بکنم. دارم دیوونه میشم. برای چی من باید از خواهرت دفاع کنی نه من؟ باید از اون بپرسی چرا این کارو کرده؟ فقط دنبال مجازات کردن اون دختری. آخه چی بگیم اصلی؟ بگیم آفرین چه خوب که سکوت کردی. ببین مهمت، من میخواستم مینا رو بیارم پیش تو، راضیش کرده بودم. جلوی کلانتری بهش گفتم بیا بریم با داداشت حرف بزنیم، ولی مامانم گفت داری زیادی تحت فشار میذاریش. بعد خودش رفت به مامانت گفت، همه سعی میکنن میونامون رو به هم بزنن. تو هم بهونه دادی دستش، میومدی پیش من. وای باز برگشتیم سر خونه اول، روز از نو، روزی از نو. گفتم نیومدم چون نتونستم. یکم هم از خودتون بپرسین، چرا این دختر به من زنگ زد؟ چرا به شما زنگ نزد؟ باشه میپرسم، از اونو میپرسم. مهمت کجا داری میری؟ چی کار میرم میکنی؟ میرم باش حرف بزنم. اینجوری که نمیشه، این بازخواست کردنه. همینطوریشم خیلی ترسیده. تو این شرایط چی میخوای بهش بگی؟ تو منو چی فرض کردی اصلی؟ مینا تو چی کار کردی؟ داداش من کاری نکردم، تو حرفامو باور کن، من کاری نکردم. اون سلین احمق برداشت گذاشت تو کیفم. دروغ گفتی مینا، بس نبود اصلی و همقاطی دروغت کردی، مجبورش کردی. تازه داری میگی من کاری نکردم، دیگه چی کار میخواستی بکنی؟ همه چی رو بهت گفتم. چون گفتم مقصر شده. آره نه خیر، اصلی نگفت، مادرش گفت. تو میدونی مامانو تو چه موقعیتی قرار دادی مینا؟ اصلی گفته داداش، اون زن برای چی بی خود و بی جهت بگه؟ پس انتظار نداشتی نه مینا خانم؟ خب چرا؟ ممکن نیست الان نور خانم همچین کاری کرده باشه؟ به من قول داده بود. حرف نزن مینا، هر چی داری حرف میزنی بیشتر گرم میزنی. یعنی چی بزنی که دو روز شناختی بیشتر از خانوادت اعتماد میکنی مینا؟ ها؟ ما رو تو چه شرایطی قرار دادی؟ خودتو تو چه شرایطی قرار دادی؟ اگه همچین چیزی نبود میومدی توضیح میدادی؟ من اون از کجا بدونم که تو ندزدیدی؟ ها؟ ترسیدم داداش، ترسیدم، چون میدونستم اینجوری میشه. ولی کار من نبود، باور کن کار من نبود. خواهر برای چی این کارو بکنی؟ ولی دیگه مسئله این نیست که این کارو کردی داداش. تو رو خدا با مامان اینا حرف بزن، آرومشون کن، خواهش میکنم. دیگه دیره، این کار دیگه از زمان من خارجه. کار تو هم دیگه هیچ جایی دفاعی نداره. ولی تو هر شرایطی از زن دفاع میکنی. مینا تو اول به کاری که کردی فکر کن. طلبکارم نباش و صبر منو لبریز نکن. باشه؟
من نمیفهمم چرا دختر رو دزدی کرده انداخته تو کیف مینا. وای عزیزم، تو هم خودتو به سادگی نزنه. کار خودش بوده، مثل روز روشنه، علکی قصه میبافه. اگه بهش پول تو جیبی ندن چی؟ زیا نمیذاره دخترش بدون پول تو جیبی بمونه. دختر آسی شده دیگه، با همچین مادری هم خیلی طبیعیه. اصلی ما هم به من جواب سربالا میده، ببینم با مادر شوهرش چیکار میکنه. شما این آقا زیا رو میشناختیم مامان؟ یعنی چی؟ منظور چی؟ چه میدونم، هر وقت از اون حرف میزنیم میگین زیا، یه جوری حرف میزنین انگار میشناسینش. الان هم گفتین دخترش رو بی پول نمیذاره. عزیزم اولا من همه رو با اسم کوچیک صدا میزنم. خب کاملا مشخصه که نمیذاره دخترش بدون پول تو جیبی بمونه. برای فهمیدنش لازم نیست علامه دهر باشی. تو هم بعضی وقتا فقط حرف مفت میزنی. من دسر سفارش بدم. چی؟ همیخوای دسر بخوری؟ آره؟ امروز یه کار خیلی خوب کردم، اونو جشن میگیرم. زنی که در مورد پیج شبکه اجتماعی دخترم حرف در میاره، ببینیم وقتی دخترشو ببینه چه کار میکنه. مامان اینجوری نگو، دختر گناه داره، انشالله که نفهمه. انشالله نفهمه. نه، انگار کسی به میزمون رسیدگی نمیکنه. میرم بگم. پیش خدمت نمیاد سر میزمون؟ نمیاد دیگه هاکان، میخوام دستشوییم برم. ضمناً مامان اینجا یه دسر خیلی معروف داره، براتون سفارش میدم. بهت اعتماد دارم عزیزم. چی شد؟ چی کار کردی؟ اصلی تو فکری من چی کار میکنم که سعی داری خواهرمو از من محافظت کنی؟ راستش دیگه نمیدونم، به نظر میاد تو این خونه هر کسی هر کاری بخواد میکنه. یعنی تو منو نمیشناسی؟ به هر حال تو این خونه بزرگ شدی دیگه مهمت. ولی مادرتو خوب میشناسی، میدونی زنیه که دو به هم زنی میکنه. اونو وارد این ماجرا کردی. من مادرمو وارد ماجرا نکردم. حتی اگه هدفش هیاهو به پا کردنم باشه، این بهونه رو دستش دادی تا به هدف خودش برسی. میفهمی؟ واقعا فکر میکنی من دست رو دست میذاشتم و این کار مینا رو قایم میکردم؟ اگه من اینو باور داشتم، اگه من حسن نیت تو رو نمیدونستم، الان این اتاق رو داغون میکردم. مسئله این نیست، مسئله شرایطی که منو توش انداختی. مامانم میگه که از زنت خبر نداری. داره درست میگه؟ آره. دروغ گفتی؟ آره. نگفتم، من دروغ نگفتم، فقط سکوت کردم. این دوتا خیلی فرق دارن. اصلی این عذر بدتر از گناهه. اگه من در مورد بسته همچین کاری بکنم، سکوت بکنم، تو خوشت میاد؟ بسته راضی میشه رازشو به جای من بیاد به تو بگه؟ به نظرم بهتر اینو از خودت بپرسی. چرا مینا به داداشش زنگ نزد، به من زنگ زد؟ این رازداری نیست اصلی. چیزی که اوضاع رو اینطوری به هم بریزه نمیتونه یه راز بشه. نباید قبول میکردی که رازشو نگه داری. آره، چوب خدا صدا نداره. نه ببین، تو خونشون آرامشی باقی نمونده. دختره از را نرسیده مینا رو از را به در کرد. گوش کن، من عمدن شارژرتو اونجا جا گذاشتم. الانم به بهانه پیدا کردن شارژرت، برو ببین توی اون خونه چه خبره. به جای اینکه خوشحال باشی اخمات رفته تو هم. مامان تو منو دست انداختی. آره ای خدا، چشم امیدمون به حماقتای دختر خنگ مونده. با اینم کنار میان، نگران نباش. خب نمیشه دیگه مامان، نمیشه. طوفان راه نمیفته مامان. من خسته شدم، خسته شدم از بلا تکلیفی، خسته شدم از کوچیک شدن، خسته شدم، نمیتونم، از باد رفتن امیدم خسته شدم، خسته شدم. دخترم ساکت شو، مثل دیوونه ها داد نزد. الان بابات میشنوه، نصف شبی داد و هوا رو میدازه. بشنوه، یه نفرم صدای منو بشنوه، یه نفرم منو ببینه مامان. من وقتی اونا رو تماشا میکنم میمیرم. دخترم به جای این که برای انتقام قسم بخوری، مواظب خودت باش. کدوم انتقام؟ هر چاقویی که سمت اون پرت میکنیم آخرش به من میخوره. مامان، مامان من از قصه میمیرم. مامان تو رو خدا بریم، از اینجا بریم مامان، لطفا. خدیجه
ما هیچ جا نمیریم. اگه قرار کسی بره، اون دختره. اینو تو مغزتون فرو کنی. این اتفاق اذیتت نمیکنه بابا؟ حال روز منو نگاه کن. دختر نازم، من همه چیو هم میبینم هم میشنوم. این اشکایی که تو داری میریزی، هر حرفی که اون دختره میگه، هر کاری که اون دختره میکنه، مثل گلوله تو قلبم فرو میره. ولی من تو خودم میریزم. تا وقتی من نگم این قضیه تموم شده، هیچ وقت تموم نمیشه. حالا اشکا از تو چشمای قشنگت پاک، دیگم گریه نکن که دلم خون میشه. دخترم سوالم نپرس، صبر کن. همون جوری که من صبر کردم، همون جوری که مادرت صبر کرده، تو هم صبر کن. دیدی دخترم، بابات خیلی قشنگ گفت. دیگه خودتو جمع جور کن، کاری که میگم و بکن. برو به بهونه شارژر اونجا رو بگرد، اونا هم بیفتن به جون هم و تو کیفشو بکن. میبخشی عزیزم، اما باید به مادر درس عبرت میدادم. سلام، شما یه دسر مخصوص داشتین درسته؟ بله. چی؟ انگار چیزی به من گفتین. من با صدای بلند حرف زدم؟ نه، چیز مهمی نبود. نه، میشناسینش؟ نمیشناسم. زیا رو نمیشناسم. یعنی چی همش میپرسی میشناسی میشناسی؟ نه مامان، اونو میگم میشناسین. تو دانشکده امور مالی خونده؟ نه، اگه قرار بود همه دوستاشو بشناسم الان اینجا در حال حرف زدن نبودیم دیگه. نه مامان، اون دسرشون تموم شده، یه چیز دیگه سفارش دادم. چی کار کنم، شانس من تو زندگی همینه، مجبوریم با همین سر کنیم. اون یارو کی بود؟ آقای محترم هاکان امروز فقط آمار میگیره. نمیشناسم، حتما منو با یکی اشتباه گرفته. یه ساعت طول کشید اینو بفهمی؟ تو چی کار میکنی؟ فقط 2 دقیقه اونجا وایساده بود، بعدش هم داره میگه دیگه. برای چی بازخواستش میکنی؟ یعنی چی مثل پلیس آگاهی سوال پیچ میکنی؟ میشناسی نمیشناسی، میشناسی نمیشناسی، میشناسی نمیشناسی. وای آخ، اصلا اگه دوستش باشه چی میشه؟ منو با یکی از همکلاسی‌های مدرسه‌اش اشتباه گرفته بود. تو چی کار میکنی؟ داری بهش جواب پس میدی؟ نه مامان، دارم موضوع رو براش توضیح میدم. همین. نه مامان، این چه حرفیه؟ جسارت نمیکنم. دیگه بلند شیم؟ بله؟ دسرم اومد، اونو میخورم. پسر خوشتیپیه مامان. حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ چه تنبیهی به مینا میدن؟ مامانم نمیذاره بره مدرسه. چی؟ یعنی چی نمیذاره بره مدرسه؟ همچین چیزی مگه میشه؟ تو که این اجازه رو نمیدی، درست میگم؟ اون وقت ازش انتظار دارین رو راست باشه؟ ببین مهمت، مبادا این اجازه رو بدی باشه؟ اصلا این موضوع دست ما نیست، پدر مادرش ما نیستیم. مزخرف نگو، تو در قبال این دختر مسئولیت داری، تو برادر بزرگشی.
نه تو نه من این اجازه رو نمیدیم باشه؟ منم دارم همینو میگم اصلی، دست و پای منو بستی، نمیتونم ازتون دفاع بکنم. ببین محمد، اینطوری زندگی اون دختر تباه میشه. من اینو قبول نمی کنم محمد، تو هم نباید قبول کنی. اصلی یه لحظه ببین، تو رفتی و کمک کردی، از کجا معلوم؟ از کجا معلوم که دفعه بعد خودشو تو در سر بزرگتری نندازه، دوستای نوابتری پیدا نکنه ها؟ خیلی خوب، دوستش گذاشت تو کیفش، یعنی خودش اصلا ندیدش ها؟ میگم کمک بکنم، حمایتش بکنم، بره مدرسه، ولی بعدشی؟ بعد چی میشه اصلی؟ اگه بلایی سرش بیاد چی؟ من چطوری این مسئولیت رو قبول کنم؟ واقعا به نظرم خیلی عجیبه. اصلا هیچ کس نمیگه چرا این دختر همچین کاری کرده یا بخواد کمکش کنه. فقط به فکر تنبیه و مجازاتشین. خونه خونه نیست که، واقعا مثل یه زندون میمونه. آره دیگه، مادر تو قانونی نداره، تنبیه و مجازات نداره. به خاطر تنبیه های اون حال و روزم اینه. پیش مامانم خیلی به همه استرس دادی، باز خدا رو شکر کیفش کوک بود. من که میگم حتما مامان یه کاری کرده. زنگ میزنم به اصلی ازش بپرسم. اون یارو کی بود؟ کدوم یارو؟ من احمق فرض نکن، همونی که بهش اشاره کردی و رفتی باش حرف زدی. کی بود؟ بهت که گفتم هاکان، هنوز درگیر اونی؟ چند بار بهت بگم، چرا نمیخوای بفهمی؟ بازم پر تو پلا میگی، متوجه یا نه؟ چی کار داری میکنی؟ چرا وایسادی؟ وقتی ما اونجا بودیم چطور تونستی بری با اون حرف بزنی؟ چطور؟ گفتم که هاکان، هم منو با یکی اشتباه گرفته بود. به چشمام اعتماد کنم یا به حرفات؟ شما منو احمق فرض کردین؟ بلام کن، گلوم بلام کن، بلام کن. خیلی خوب، معذرت میخوام بسته. خیلی خوب، دست از سرم بردار. غیرتی میشم، غیرتی میشم دختر، رو تحساسم دیگه، خیلی غیرتی میشم. خیلی خوب، خیلی خوب بسته. شارژرم رو فراموش کرده بودم. خب راستش منم اومدم آب بخورم. ببین خودم میریزم. اگه گرسنه یه چیزی برات حاضر کنم، توست پنیری، فلافلی، چیزی؟ نه، گرسنه نیستم. ازت ممنونم، شب بخیر. محمد، ارزش این همه ناراحتی رو داشت؟ خدیجه باور کن الان اصلا وقت این حرفا نیست. یه جواب به من بده کاری. من نمیخوام باعث اذیت تو بشم، میفهمی؟ نمیتونی اذیتم کنی، ولی خودت داری آتیش میگیره، اینو دارم میبینم. من تو رو خیلی خوب میشناسم، میدونم چیا میکشی، میبینم چجوری تو مخمصه گیر کردی. اون دختر تو رو نمیبینه، همونطور که تو نمیبینیش. خدیجه، ما جوری هم دیگر رو میبینیم که هیچ کسی دیگه ای نمیتونه ببینه. من از وقتی که با اونم تازه شروع کردم به کشف کردن خودم، وقتی پیش اونم آدمی میشم که پیش هیچ کسی دیگه ای نبودم. آره حق با توه، سخته، اذیت میشیم، ولی من پیش اون شروع کردم به کشف کردن خودم و راضیم تو این آتیش خاکستر بشم. و تو هم اگه همچین انتظاری داری، ازت خواهش میکنم فراموشش کن. دیگه درست نیست در موردش حرف بزنیم. من توقعی ندارم، یعنی نموند. میدونم من خاکستر شدم، خواستم هشدار بدم تو نشی، ولی تو هم حق داری. وقتی دلرازی به سوختن میشه، حرف زدن دیگه بیفایده است. خدیجه ببین،
وقتی تو هم با یه فرد مناسب روبرو بشی. شما دارین چی کار میکنین؟ شب ببینم تو همیشه میخوایی مثل یه جغد بالا سر ما بچرخی؟ اصلی اصلی چی ها؟ این وقت شب گوشه ی آشپزخونه چی پچ پچ میکنین با هم دیگه؟ من اومده بودم اینو بردارم. گوشم با توه مهمت. اصلی چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اومدم آب بخورم. ببینم تو داری الان منو مسخره میکنی؟ برای چی با این دختر یه گوشه خلوت دارین پچ پچ میکنین؟ تو چی داری میگی؟ این حرفا چیه؟ ببینم تو اصلا حواست نیست این دختر این موزی سعی داره مرا از هم دیگه جدا کنه. دارم خودم میبینم احمق نیستم؟ اصلی اون دخترم کم عذاب نکشیده، میفهمی؟ میبخشی، خیلی معذرت میخوام. چی کار کنیم؟ صداش کنیم بیاد جبران کنیم؟ من مانع نمیشم. خدا تو پاک دیوونه. آره دیوونه شدم. به نظر میاد علاقه داری گوشه ی آشپزخونه با موزیگری منتظر تو بمونه. آره میگم اتفاقی شد اصلی، اتفاقی. شارژرش اینجا مونده بود. به من که میرسه 40 تا سوال میپرسی ولی حرف اونو زود باور میکنی. آخه به نظر این دوتا یکی هم؟ اصلی اصلی میشه با هم حرف بزنی؟ اصلی داری بچگی میکنی، درو باز کن با هم حرف بزنیم. پس برو با یه بزرگتر مشورت کن. هر تو پلو نگو. من میخوابم. شب بخیر. خدیجه، ما جوری هم دیگر رو میبینیم که هیچ کسی دیگه ای نمیتونه ببینه. من از وقتی که با اونم تازه شروع کردم به کشف کردن خودم. وقتی پیش اونم آدمی میشم که پیش هیچ کسی دیگه ای نبودم. آره حق با توه، سخته، اذیت میشی، ولی من پیش اون شروع کردم به کشف کردن خودم و راضیم تو این آتیش خاکستر بشم. و تو هم اگه همچین انتظاری داری ازت خواهش میکنم فراموشش کن. دیگه درست نیست در موردش حرف بزنیم. Derinden sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek. Acıyor aynı yerden her şeye rağmen. Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor o zamanla ama ne fayda. Yaralım tepeden tırnağa herkes yaralım. Alışılmıyor acıya yok kaidesi kuralı. Karayım ne kadar tutabilirsin gün uğruna dikeni. Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. Adıyorum aşka geri kalan mı? Suya söylerim gitti en son yalan mı? Aşkında en hesapsız kitapsız olanırım. Yaşamazsam kara kapıya kaydedin.
رفته با خیال راحت یه جا خوابیده. آدم باید یکم نگران بشه، پیام بده، زنگ بزنه بپرسه چی کار کردی، تونستی بخوابی یا نه. نه خیر، کجاست پس؟ کوشیم کجاست؟ برای چی؟ چون اصلی گناهکاره، اصلی دروغگوه، دروغگوی اصلی اونه. کوشیم کجاست؟ صبح بخیر آقا مهمت. خدیجه کجاست؟ تو پذیراییه. کار توه مگه نه؟ اون چیه؟ دیگه خودتو به اون رو نزن، تو یه شیطانی. این چه طرز حرف زدن با منه؟ دیروز به چیزی نگفتم، سکوت کردی چون مهمت اونجا بود، نمیخواستی چهره معصومانت رو پیشش خراب کنی، درست میگم؟ تو چقدر آدم حد نشناس و بی‌حیایی هستی. ببین، بیش از حد برات احترام قائل شدم، میدونم، ولی تو انقدر حقیری که با وجود اون همه حرف، اون همه مسائل هنوزم تو این خونه میمونی. تازه بس نیست این کارای جاهلانه رو انجام میدی. چقدر عاجز و درمونده ای، برای کسی تقلا میکنی که تو رو نمیخواد. اینجا چه خبره؟ این کارا چیه میکنی؟ خدیجه دخترم، دخترم چی شده؟ خدیجه دخترم درو باز کن، دخترم منو نترسون، خدیجه درو باز کن دخترم، خدیجه، خدیجه باز کن، خدیجه، خدیجه، خدیجه باز کن این درو. برین از برادرزادتون بپرسین سحر خانم، گریه کنان براتون تعریف میکنه. این خونه قوانینی داره، بهتر زودتر یاد بگیری. ضمناً نمیتونی هر جور دلت خواست کسی رو متهم کنی. راستش چون هنوز نفهمیدم از نظر شما چی گناهه و چی گناه نیست، نمیدونم چی رو باید به چی بسنجم. حد خودتو بدونی کافیه، حواست نیست، ولی هرچی ما کوتاه میایم گستاختر میشیم. بهتر نیست یکمی هم با برادرزادتون حرف بزنی؟ انقدر عاجز شده که رفته به اینجور مسخره بازی ها متوسل شده، بیچاره بدبخت. اسم اون مصیبت چی بود دخترم؟ علانور. علانور، چقدر اسم نحسی داره. استغفر الله، لعنت بر شیطان، استغفر الله. خدیجه دخترم در رو باز کن. خدیجه فردوس رفته تو در رو قفل کرده. اون اصلی باز چیزی به دختر من گفته؟ حالا روز دختر من چی میشه؟ دیگه تحملم تموم شده خواهر، به خدا به اینجام رسیده. آروم باش لطفا. خدیجه دخترم، میشه لطفا در رو باز کنی؟ اینجوری نکن دیگه، من اومدم، همیشه کنارتم، خودت که میدونی. زود باش دختر نازم، در رو باز کن، زود باش عزیزم. فردوس بسپر به من. همه من
من معذرت میخوام. آروم باش، بیا اینجا، بیا آروم باش. تو گناهی نداری، تو فقط خیلی دوستش داشتی، ولی تو رو خدا دیگه این کار رو نکن باشه، وگرنه خدا امتحان تو بزرگتر میکنه. باید صبور باشی. دیگه ایمانی برام نموندم، حق من این نبود. از وقتی خودم رو شناختم مهمت رو دوست داشتم، حالا اونو با یه دختر لوس و قرتی تماشا کنم. همه منو مسخره میکنم، حتی خدمتکارا. مایه تمسخر دوستام شدم. تو رو بیشتر از اون چیزی که فکر کنی درک میکنم. همونطور که گفتی آسیه دختر لوس و آسیه، اون دختر از خود گذشتگی و دوست داشتن و صبور بودن و مثل ما بلد نیست. فقط به خاطر لجبازی با مادرش افتاده دنبال جوونی و ماجراجویی. عقل و منطق پسر من هنوز نتونسته اینو بفهمه. عشق واقعی مثل طلاست، ارزشش رو هیچ وقت از دست نمیده. دوره اون دخترم بالاخره به سر میاد. مهمت میفهمه کی با ارزش تره. Ha 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 ha